گرامی داشت چهار خرداد سالگرد شهادت بنیانگذاران و دو تن از اعضای مرکزیت مجاهدین. امروز چهار خرداد، روزی که شاه بنیانگذاران پاک باخته مجاهدین و دو تن از اعضای قهرمان مرکزیت سازمان را تیرباران کرد، و همین خونها بود که به قول پدر طالقانی راه سرنگونی دیکتاتوری شاه رو گشود. به اون ستارگان روشنایی بخش آسمان انقلاب ایران، شهیدان والا مقام محمد حنیف نژاد، سعید محسن، اصغر بدیزادگان، رسول مشکین فام و محمود عسکری زاده هزاران درود. قبل از هر چیز وصف بنیانگذاران مجاهدین رو باید از مسعود بشنویم که جایگاه تاریخی و آرمانی اونها و به خصوص جایگاه تاریخی حنیف شهید، یا به قول اون مربی و مرشد همه مجاهدان را به ما شناسوند. در سرود زیبایی که الان می‌خوندین، یعنی در سرود زیبای چهار خرداد، خواندیم که تو در شام ما مشعل مایی، تو امید تاریخ فردایی. این توصیف و بیان نیازمندی جوانها و نیروهای مبارز و انقلابی که در حنیف نژاد و در کار بزرگ اون مشعل امید و مبارزه رو در تاریکی زمان دیدند. حنیف نژاد یک امید واقعی خلق کرد. اون برای اولین بار مبارزه حرفه‌ای رو به مثابه امری علمی و سازمان یافته، اون هم بر اساس اسلام انقلابی، بنا گذاشت. یک جنبش سازمان یافته در جامعه ایران برپا کرد و با کنار زدن مرزبندی‌های ارتجاعی و انحرافی، مرز کیفی استثمار کننده و استثمار شونده رو برجسته کرد. هر کدوم از اینها حقیقتاً یک انقلاب بزرگ در دنیای مبارزه بود. کار بزرگ اون این است که غبار از رخ دین زدود، به این معنی که گوهر حقیقی اسلام رو کشف کرد که نافی بهره‌کشیه، و گفت
که این ایدئولوژی در میدان مبارزه با طبقات و رژیم‌های حامی استبداد و ستم به دست میاد. یادش بخیر، زنده یاد دکتر هزارخانی، با بیان همین جمله که مجاهد غبار از رخ دین زدود، می گفت مجاهدین ذهن جامعه ایران رو از قرون وسطا کندن و به دوران حاضر منتقل کردند. در انقلاب سال 57 با سرنگونی شاه خمینی بعد از سرقت رهبری انقلاب، دوباره همون بساط استبداد و شکنجه و کشتار رو به راه انداخت و اون رو تکمیل کرد. به قول مسعود، ولی عهد واقعی شاه خمینی بود. اما در این بین کاری که مجاهدین و پیشا پیش همه حنیف کبیر کرده اند این بود که شالوده یک آنتیتز و یک آلترناتیو ترقی‌خواه و دموکراتیک رو پیریزی کرد که بعد از مسعود اون رو از قوه به فعل درآورد و شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش رو تأسیس کرد. یعنی نیروی از درون جامعه ایران برای آزادی به پا خواست. این از نتایج و پیامدهای راهی که حنیف در تاریخ ایران باز کرد و ماندگاری و شکوفایی این مسیر پیروزی اومه. در کوران ضربات ساواک، حنیف در پیامی برای مجاهدین نوشت: برادران، روزگاری بود که گروه شما را که ما بنیاد گذاشتیم هیچ نداشت و فلواقع هیچ، اما به تدریج بر امکانات و قدرت ما افزوده شد. افراد جدیدی به ما پیوستند، پس بدانید که پیروزی از آن ماست. سعید محسن در دفاعیات خودش گفت: ما قیام کردیم تا جهانی بسازیم، تا هر گونه بهره کشی انسان از انسان را نابود سازد. ما نبردی سهمگین در پیش رو داریم، نبردی دراز مدت، و افتخار می‌کنیم که با نثار جان بی ارزشمان سربازی ساده باشیم که سهمی بس کوچک از این وظیفه مهم را به عهده گرفته ایم و با خون ناچیزمان جوانه انقلاب را بارور ساخته ایم. موفقیت و پیروزی از آن ماست. در بدیزادگان، نفس مبارزه کردن و از خود گذشتن رو معیار سنجش و ارزش گذاری هر انسانی دانسته است. به قول او، ارزش هر کس در مبارزه به اندازه مایه است که در این راه می‌گذارد. و در دوران ما، مسعود با پرچمداری این مسیر بعد از بنیانگذاران، با رهبری یک مبارزه رهایی بخش در 5 دهه گذشته، به همان ایمان و اعتقادی که سنگ بنای پایه‌گذاری سازمان بوده، جامعه عمل پوشانده است. به خصوص این اعتقاد که وقتی در ظاهر هیچ نشانه یا کورسویی از پیروزی هم وجود ندارد، میتوان با قیمت دادن مستمر راه رسیدن به اون رو کشف کرد و به اون دست پیدا کرد. راستی مگه در همین سالهای اخیر مجاهدین به مدت 10 سال جانانه و قهرمانانه در اشرف پایداری نکردند و
نکردید. اون هم در حالی که در محاصره دو دیکتاتوری وحشی بودید. مگر به مدت 4 سال در قتلگاه لیبرتی ایستادگی نکردید، در حالی که مطابق آنچه رژیم تدارک دیده بود، جز انهدام جمعی بر اثر موشکباران‌های سنگین سرنوشتی نداشتید. در ظاهر چشمنداز یا امکان یا راهی برای شما وجود نداشت، اما شما تحت راهبری مسعود با همان روحیه و ایمان روز بنیانگذاری مجاهدین راه قیمت دادن و پایداری در پیش گرفتید و این چنین پیروز شدید. این درس انقلاب و رهایی است. این درس ایستادگی و مقاومت است. سخنان مسعود رو در فردای شهادت اشرف موسی به یاد بیاریم که گفت: مقدمه بر هر چیز، مبارزه ما صرفاً انجام وظیفه تاریخی، انقلابی، ایدئولوژیک و تشکیلاتی بود که فقط از مجاهدین برمی آمد. نقش ویژه و تعیین کننده مسعود در نیم قرن گذشته همین است که با پرداخت بهای بسیار از میراث حنیف حفاظت و حراست کرده و اون رو در کشاکش نبردها و ابتلاعات قنا بخشیده. بدون حراست از این راه و رسم و بدون آنچه مسعود برای تکامل بخشیدن به اون انجام داد، بی تردید امروز از اون یا اثری نبود یا هرچه بود استحاله ارتجاعی و اپورتونیستی اون توسط ایادی این رژیم یا تاجران سیاسی و فرصت طلبان حرفه‌ای بود. خواهران و برادران گرامی، 50 سال پیش خبر اعدام حنیف و یارانش بسیاری قلب‌ها رو در مجاهدین و مردم حامی اونها به حنجره ها رسوند. حقیقتا تلخ و طاقت فرسا بود، اما بعد از اون نام حنیف نژاد بخشی از وجدان و شرف مردم ایران شد، نماد ایمان و یقین گردید و الهام بخش همه مجاهدانی شد که بر سر موضع خود ایستاده و بهای خونین اون رو به تمام و کمال میپردازند. نخستین بار این حنیف کبیر بود که سنت مجاهدی و انقلابی سر موضع ایستادن رو بنیان گذاشت. گزینه های ساواک شاه، یعنی دست برداشتن از مقاومت مسلحانه یا پذیرش وابستگی به عراق، اون هم برای خلاصی از اعدام رو قاطعانه رد کرد. او تیرباران در میدان تیر چیتگر رو بر هر گونه دست کشیدن از مواضع خود ترجیح داد. و حالا نیم قرن بعد از شهادت او، راستی که کار حنیف چه نتایجی و چه پیام‌هایی برای مجاهدین و نسل شورشی ایران دارد. پیام این است که این راه و رسم حقانیت دارد. همین عدد 50 خودش به اندازه کافی گویاست. هم استحکام و ریشه داری این جنبش و این اندیشه را بیان می کند و هم بسیاری بشارت ها برای آینده دارد، زیرا در مورد جنبشی به کار می رود که در بیعملی و انفعال نبوده. در حاشیه تحولات ایران روزگار رو سپری نکرده، بلکه همیشه در قلب کشاکش ها بوده.
اندیشه مجاهدین و راه و رسمشون. به این دلیل حقانیت داره که قدرت تطبیق با تلاطم‌های نابود کننده داشته. پیام حنیف کبیر یک مبارزه جویی بی امان است. حنیف کبیر با این نگرش امکان رویش نسلی رو در تاریخ ایران فراهم کرد که بر خلاف جریان رایج زمانه اهل خودنمایی و نان به نرخ روز خوردن و جاه طلبی و منفعت جویی نبود. نسلی که با صداقت و فدا تعریف شد و این چنین هویت خودش رو پیدا کرد. همون نسلی که بعدها در زمان آخوندهای جنایتکار هزار هزار در برابر شکنجه و اعدام ایستادگی کرد. به نام آزادی و به نام مسعود و آرمان اون بر سر موضع ایستاد و بر هویت انقلابی خود پا فشرد و پایداری کرد. بله، نسلی که با انقلاب و دگرگونی ایدئولوژیک در نبرد با ایدئولوژی جنسیت، با ترک خانه و خانمان، بزرگترین شگفتی رو در تاریخ انقلابات جهان محقق کرده. به 50 سال و یا 57 سال گذشته یک نگاه کوتاه بندازیم که به رغم ضربات بزرگ و کمرشکن مانند ضربه و دستگیری تمام مرکزیت سازمان در سال 50 و اعدام بنیانگذاران سازمان در سال 51، مسعود و یارانش در زندان چنان عهدی با محمد آقا بستند و چنان ارزش و جایگاه و قدر این خونهای پاک رو دونستند و قسم خوردند که بعد توانستند از عهده همه ابتلاعات و آزمایش‌های 50 سال بعدی بر بیان. و مسعود همین درس وفا به عهد و پیمان و سوگند به خون شهیدان رو به مجاهدین آموخت، نسل اندر نسل، که چگونه قدر خون پاکترین فرزندان مردم ایران رو بدونند و دادخواه اونها باشند. با چنین سرمایه عظیمی میتوان همواره مجاهد و مبارز موند و در جاده نبرد و تعهدات و پاسخ به آرمان رهایی مردم پایداری کرد. وضعیت امروز ایران چه از نظر سیاسی و بین‌المللی و چه از نظر اقتصادی و اجتماعی یک پیام مشخص داره. این اوضاع قابل ادامه دادن نیست. از آخرین حادثه تلخ و جانگداز، یعنی آوار شدن ساختمان 10 طبقه بر سر عده‌ای از مردم آبادان و کشتار بیرحمانه مردم بیگناه و رها کردن بسیاری از افراد، اون هم زنده در زیر آوار که هیچ فریاد رسی ندارند و امروز میگفتند هنوز اونها تماس میگیرن و میگن ما اون زیر هستیم و کمک میخواهیم، اما فریاد رسی نیست. بله، از حادثه آبادان تا شورش و عصیان مردم در برابر هیولای گرانی، بله، این فلاکت گسترده در همه جا یک پیام دارد. انقلاب در راه است. خامنه‌ای و رژیمش از فردای قیام بزرگ آبان انواع طرح‌ها و تمهیدها را برای تقویت نیروی سرکوب و کشتار به کار بستند. از افزایش سازمان‌های اطلاعاتی تا تجهیز هرچه بیشتر یگان ضد شورش، از گماردن سران سپاه در رأس وزارت خانه‌ها و
استانداری ها تا افزایش اعدام ها و دستگیری ها. اما فایده ای نداشته است. شاخص سیاسی همه طرح ها و کارهای خامنه ای روی کار آوردن آخوند رئیسی، یعنی قاتل مجاهدین و جلاد قتل عام 30,000 زندانی سیاسی سال 67. اما هنوز یک سال نگذشته این طرح هم به گل نشست. هنوز یک سال نگذشته که فریادهای مرگ بر رئیسی در کنار مرگ بر خامنه‌ای شعار محرومان و معترضان در خیابون‌ها شده. نتیجه تحولات این دوره اثبات می‌کنه که رژیم هیچ راه حلی نداره و هر راهی رو که در پیش بگیره موجودیت رژیم رو به خطر میندازه. در چنین شرایطی نقش ارگان رهبری جمعی قیام و فعالیت‌های ضد اختناق کانون‌های شورشی بیش از پیش خطیر، مهم و اثرگذار است و میتوان و باید با تمام قوا پیش رفت و شعار و عزم میتوان و باید را برای مردم ایران عینی در دسترس و عملی کرد. مجاهدین و پیامی که حنیف کبیر منادی و آغازگران است نه تنها بر حق و عادلانه است، بلکه از ظرفیت حل معضلات تاریخی ایران برخوردار است. توان پیروزی دارد و می تواند این کشور سرکوب شده و فقر زده و آشفته را به وضعیتی عادلانه و مردمی هدایت کند. اون خونه‌های پرعظمتی که 50 سال پیش از رأس رهبری مجاهدین بر زمین ریخت نهال آزادی را آبیاری کرده است. ایران گلستان آزادی و عدالت خواهد شد. درود بر بنیانگذاران کبیر مجاهدین. سلام بر آزادی. درود بر همه شما.